به نام خدا، سلام و وقت بخیر خدمت دانشجویان گرامی، همکاران ارجمند. بنده دکتر اسلامپور هستم، پروژه قرنیه و دانشجویان گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. این صحبتی رو که در خدمتتون خواهیم بود نحوه برخورد با اورژانس های چشم پزشکی هست. خب من صحبتم رو در سه قسمت تقسیم بندی کردم که خدمتون تقدیم میشه. قسمت اول ما با هم یه صحبتی خواهیم داشت در مورد نحوه برخورد با اورژانس ها به طور کلی، نحوه تریاجشون، کی ریفرش بکنیم، تایمینگشون چطوری باشه. در قسمت دوم اورژانس های سیگان قدامی رو با هم یه صحبتی خواهیم داشت که قسمت اعظم اورژانس های چشم پزشکی هست و قسمت مهمی هست، و بعد یه قسمتی هم خواهیم داشت با هم که اورژانس های سگمان خلفی، پدیاتریک و اکسترنال رو با هم مروری میکنیم. خب ببینید، از نظر نحوه برخورد شما ملاحظه بفرمایید که فکر کنید یک بیماری اومده با یک شرایط اورژانسی اورژانس، ما میخوایم ببینیم که چیکاری باید براش انجام بدیم. خب از نظر اگزمینیشن سیکونس، خب مثل هر مورد دیگه ای اول یک شرحال باید بگیریم، ازش یک استوری تیکینگ، ولی این شرحال باید کاملا هدفمند باشه، کوتاه باشه، بتونیم که بیشترین اطلاعات رو سریع به دست بیاریم. بعد یک جنرال ابزرویشن خواهیم داشت، بعد بریم سراغ گرفتن ویژوال اکویتی و حدت بینایی، و بعد یه سری معایناتی خواهیم داشت مثل معاینه پوپیل، دایرکت افتالموسکوپی، معاینه با اسلیت لب اگر در اختیارمون هست، و نهایتا یه سری تست های انسولری و مثل تست های پاراکلینی که بسته به نیاز درخواست میشه. خب بیایم در مورد هیستوری تیکینگ، میخوایم ببینیم که چه سیمتوم هایی برای ما اهمیت بیشتری دارن. خب ببینید، من دو سری اینجا سیمتوم آوردم، یه سری علائم خطر رو آوردم که اینا سیمتوم های بسیار مهمی هستن، یعنی با برخورد با اینها ما باید فکر کنیم که یک شرایط حادی هست و ما حتما باید یه اقدام براش انجام بدیم. یکیش درده. وقتی فرد میاد با یک علامت درد در چشم، این علامت مهمیه، ما این رو باید جدی بگیریم. یه مسئله دیگه فوتوفوبیه. فوتوفوبی ببینید، این نیست که نور چشم رو اذیت بکنه یا به اصطلاح نور چشم رو میزنه، نه، فوتوفوبی واقعا یک احساس درد، درد مقابل نور، و برمیگرده به اینکه وقتی خب شما میدونید نور که به چشم میخوره عملا مردمک جمع میشه، سیلیاری بادی هم منقبض میشه، اگر التهابی در داخل چشم، در قرنیه یا داخل چشم وجود داشته باشه، این انقباض عضلی سیلیاری دردناک هست و به این در واقع فوتوفوبی اطلاق میشه، و یک علامت مهم هست از اینکه ما التهابی در قرنیه یا داخل چشم داریم. کاهش دید علامت خطر بعدیمون هست، این رو باید جدی بگیریم، مخصوصا اگر در یک تایم فریم کوتاه اتفاق افتاده باشه و بیمار به صورت ناگهانی یا در یک بازی کوتاه دچار کاهش دید شده باشه. خب دیگه چی؟ علامت های مهمی دیگر رو ملاحظه می‌فرمایید، سوزش رو داریم که بیشتر برمیگرده به شرایط اوکولار سرفیس ما، بیشتر برمیگرده به سطح چشم. ترشح داریم یا دیسچارج رو که علامت مهمی معمولا توی کانجانکتیوایتیس شما این علامت رو می‌بینید، مخصوصا اگر همراه با چسبیدن موجه ها باشه که به ما یک کلوی میده که احتمالاً این discharge purulent یا mucopurulent هست که بیشتر در کانجانکتیوایتیس های باکتریال دیده میشه. خارش علامت مهمی که کمک میکنه مخصوصا برای شرایط آلرژی که شما اینها رو بتونید مثلا یک کانجانکتیویت آلرژیک رو یا یک حمله حساسیتی اکیوت رو در واقع تشخیص بدین و منیج بدین. خب توی ساین ها چی؟ ببینید توی ساین ها اگر بخوایم نگاه کنیم که ما چه ساین هایی داریم، یکیش رد آیه. خب ببینید، ما دو تا پترن قرمزی داریم. الان ممکنه که یه نفر از شما بپرسه که آقای دکتر، خانم دکتر، من چشمم از تو قرمز شده، من چی کار کنم؟ ببینید الان همه خوشبختانه دسترسی به
امکانات مجازی هست و شما میتونید که به این فرد بگین که چند تا عکس در گیزهای مختلف از چشم خودت بگیر برای من بفرست و نگاه کنید. ببینید دو تا پترن هست. یا شما میبینید که دور لیمبوس، دور تا دور لیمبوس. لیمبوس کجاست؟ همون محل اتصال قرنیه در واقع به اسکلرا، این قسمت. ملاحظه میفرمایید که دور تا دور اینجا قرمز هست، بقیه چشم سفیده. به این میگیم سیلیاری اینجکشن یا پرلین بال اینجکشن. اگر چنین وضعیتی دیدین، در واقع این میتونه ما رو راهنمایی بکنه به اینکه باز برگردیم به همون چیزهایی که فوتوفوبی میدادن. یعنی چی؟ یعنی به هر چیزی که دچار میتونه فرد رو دچار کراتیت بکنه، یعنی قرنیه رو درگیر بکنه، یا التهاب داخل چشمی بده، یا گلوکوم زاویه بسته حاد، میتونن چنین پترن قرمزی رو داشته باشن. پس این پترن قرمزی یه پترن هست که تشخیصهای افتراقش محدود و مهمه. پس هر وقت با سیلیر اینجکشن، یعنی شما دیدین که قرمزی دور تا دور لیمبوس هست، بقیه چشم سفیده، پایین نگاه میکنه سفیده، بالا نگاه میکنه سفیده، چپ راست و همش فقط دور تا دور لیمبوس هست، این رو میبریم روی همون سه تا تشخیص کراتیت یا التهاب داخل چشمی یا گلوکوم زاویه بسته ها. ولی نه، اگر از اینکه دور تا دور لیمبوس سفید هست ولی فرد بالا نگاه میکنه، هر چقدر با میاد پریفرتر این قرمزی بیشتر میشه، چه در پایین چه در بالا، این در واقع یک پترن قرمزی متفاوت هست که این رو شما در واقع پریفرال اینجکشن هست و این رو شما در کانجانکتیوایتیس دارین. بس اگر دیدیم پترن قرمزی به این شکل هست، این کنجانکتیویت و تشخیص افتراقی دیگه ای براش مد نظر نیست. قرنیه رو باید نگاه کنیم. ببینید قرنیه نرمال مثل کریستال برق میزنه، شفافه و وقتی که شما یک نور بهش میتابونید میبینید که نور در یک جای خیلی کوچیک متمرکز میشه و شما رفلکس نور خیلی برایت و واضحی رو مثل کریستال از روی قرنیه دارین درک میکنید. اگر دیدین نه، قرنیه مثل این شکل پایین یا حالت کدر داره، خاکستریه، بیحاله، اصلا اونجوری که شما دوست داری مثل کریستال برق بزنه نمیزنه و وقتی که نور رو متمرکز میکنه یه رفلکس نور میبینید، این رفلکس به شکل پخش دیده میشه، اصلا مثل یک نقطه که این بالا ملاحظه میکنید متمرکز نمیتونه بشه، این قرنیه که ادم داره. پس قرنیه وقتی که ادم میکنه این در واقع به این شکل در میاد و وقتی شما دیدین که قرنیه نماش چنین شکلی هست، فکر کنید که قرنیه ادم داره و بیشتر چیزی که باعث ادم قرنیه میشه و افزایش فشار داخل چشمی هست. اگر دیدین روی قرنیه یک جایی سفید هست، خاکستریه، کرمیه، اینها اینفیلتریشن هست، یعنی اینا زخم های قرنیه هست. حالا ممکنه که این عفونی باشه، ممکنه ایمونولوژیک باشه، به هر حال یک انفیلتراسیونی در داخل قرنیه رو خودش نشون میده که این به معنی کراتیت هست. پس شما کراتیت رو وقتی ملاحظه میکنید معمولا به شکل یک اپاسیتی هست به رنگ سفید، خاکستری، کرم روی خود قرنیه. از دیسچارج ببینید، ما سه تا سنو دیسچارج داریم. در این عکس بالا ملاحظه میکنید دیسچارج موکوئید، موکوئید یعنی کاملا آبکی، شما یک دیسچارجی دارید که کاملا آب شفافه. این رو توی اکثر کنجانکتیویت ها میتونن به این شکل بروز بکنن. یعنی چی؟ مثلا کنجانکتیویت های وایرال، کنجانکتیویت های آلرژی، کنجانکتیویت های تاکسیک میتونن خودشون رو به این شکل با یک موکوئید دیسچارج نمایش بدن. در عکس وسط شما موکو پرولند دیسچارج رو میبینید. یعنی چی؟ یعنی هم آبکیه هم یک رگه هایی از پاستوشه. خب اینجا این شایع‌ترین چیزی که برای ما تو ذهن ما متبادر میشه یک کنجانکتیویت بکتریال هست. یک کنجانکتیویت بکتریال میتونه با این موکو پرولند دیسچارج خودشون نشون بده. و نهایتا عکس پایین رو ملاحظه میفرمایید که پرولند دیسچارج هست، یعنی کاملا دیگه اینجا همش چرکه و مثل اینکه شما آبسه رو باز کردیم و تمام این در واقع چرک رو داریم ملاحظه می‌فرمایید. بنابراین این وضعیت رو هم این وضعیت رو وقتی ملاحظه کردیم، اینا دیگه یک وضعیت حتی بکتریال معمولی هم نیست، اینا توی کنجانکتیویت های باکتری های خیلی خاص دیده میشه مثل گونوکوک و مننگوکوک.
بنابراین اگر پرولنت دیسشارج دیدین، ذهنتون رو ببرین روی اون دوتا میکروارگانیسم، موکوپرولنت دیدین روی بکتریال کنجانکتیویتیس و بقیه کنجانکتیویت ها به شکل موکوئید خودشون رو نشون میدن. خب ادم و کموز مهم هست. ادم یعنی چی؟ ملاحظه بفرمایید عکس بالا یک پلک رو دارین که کاملا پری اوربیتال ادما پیدا کرده، اطراف پلک ادم داره و یه مقدار اریتماتو هم هست. خب اینا میتونن ذهن اون چیزهایی که تو ذهن متبادر میشه، ممکنه یک سلولیت باشه، سلولیت پرسپتال، سلولیت اوربیتال، ممکنه که یک حمله آلرژیک باشه مثل یک درماتیت و پترن های مختلف. ولی خب اینها رو باید دیگه با کلوهای دیگه کنار هم بذاریم و به اینجا رو ببینیم به کجا رسیم. عکس پایین شما میبینید که خود ملتهمه چشمی باد کرده، مثل بادکنک اومده بیرون. این رو بهش میگیم کموزیس. کموز هم در واقع یکی از علامت های اینه که شما یک واکنش التهابی دارید و عملا یک ترانسودایی در ملتهم اتفاق افتاده و به این شکل خودش رو نمایش میده. خب پشت پلک رو برگردونیم. پشت پلک رو برگردوندنش رو میدونید شما کلوهای خوبی از پشت پلک میشه به دست آورد. مژه رو میگیرین و با یک اپلیکاتور به بالای تارس فشار میدین، پلک بر میگرده و ماینمون رو انجام میدیم. خب پشت پلک ما چه نشانه هایی داریم؟ شاید این چیزهایی که میبینیم یکی پاپیلری ریاکشن هست و یکی فولیکولار ریاکشن. پاپیلری ریاکشن رو تو عکس بالا ملاحظه میفرمایید، یک نمای منحوت مثل نمای توت فرنگی که وقتی که بزرگتر میشن شما ملاحظه میفرمایید یک نواحی که کاملا وسطشون قرمز هست، وسطشون رگ خونی هست، یک ناحیه الیویت کوچیک یا بزرگ ولی وسطش همیشه یک رگ خونی هست که این رگ خونی مثل چتر پخش میشه، باز میشه، به این میگن پاپیلر ریاکشن. حالا ممکنه یه دیسچارج هایی هم در لابلای این پاپیلر رو ما ملاحظه بفرمایید. تو پاپیلر ریاکشن یک ریاکشن غیر اختصاصی هست. اصلا چرا ایجاد میشه؟ این در واقع همون واکنش التهابیه که همون ادمی که توی عکس قبل ملاحظه فرمودین که این کموز رو در متهمه داشتین. ببینید متهمه بولبار یعنی متهمه چشمی، میدونید که متهمه از لیمبوس شروع میشه، میاد فرش میکنه فورنیکس رو بر میگرده تا میچسبه به لبه پلک. این متهمه بولبار اینجا چسبندگی وجود نداره. وقتی که ادم اتفاق میفته یعنی ترانسودایی اتفاق میفته این کنج کاملا بزرگ بلند میشه مثل بادکنک میاد بیرون. ولی در پشت پلک اینطوری نیست. پشت پلک این متهمه‌ای که وجود داره به لایه زیرش که در واقع تارسه که یک بافت فایبرو هست از طریق اتصالات فیبروز محکم چسبیده. این مثل مشابه این قایق‌های بادی یا صندلی‌های بادی هست. ملاحظه کردید که وقتی مثلا میان بادش می‌کنید چی میشه؟ این از جاهایی که دوخته شده پشت پشت میشه و این وضعیت رو شما دقیقاً انجام دارید. یعنی این می‌خواد متهم ادم کنه ولی چون یه جاهایی دوخته شده با اتصالات فایبرو اینها باعث میشه که شما اینها رو به صورت پشت پشت ببینید که بهش میگن پاپیلر ریاکشن. حالا ممکنه این پاپی ها کوچیک باشن، ممکنه بزرگ باشن، برن سمت جوینت پاپیلر ریاکشن. پاپی ها معمولا گفتیم یه واکنش غیر اختصاصیه، یعنی شما توی تمام التهاب ها پاپی ها رو دارین و این اختصاصی به یه چیز خاصی نیست. حتی شما یه چند دقیقه پلکتون رو مالش هم بدید پاپی ایجاد میشه. ولی خب بعضی وقتها شما با این فرم های جوینت مواجه میشین. مثلا جوینت پاپیلری کانجانکتیویتیس دارین، باید فکرتون بره به در واقع بی‌کیسی. بی‌کیسی چیه؟ ورم متهمه بهار است، ورنال کراتو کانجانکتیویتیس، یه آلرژی خیلی شدیدی که در فصل بهار و تابستون ایجاد میشه. دیگه چی؟ اونایی که کانتاکت لنز استفاده میکنن ممکنه در واقع جوینت پاپیلری کانجانکتیویتیس رو داشته باشن. اگر کسی سوچری مثلا توی چشمش مونده، یه چیزی مکانیکی داره تحریک میکنه متهم رو، باز ممکنه که این علامت ها رو از خودش نشون بده. ولی علامت مهمتر همون چیزی که پایین شما ملاحظه میفرمایید به نام چی؟ فولیکولار ریاکشن. توی فولیکولار ریاکشن شما مشاهده میکنید یه برجستگی های سفید خاکستری یلویش
که کنار هم چیده شدن، حالا کوچیک یا بزرگ، عروق اطراف اینها. ببینید برخلاف پاپی که عروق حتما در وسط اینها قرار داره، اینها اتفاقا عروق در اطرافشون هم وسطشون رگ نداره. فولیکولار ریاکشن رو خیلی ریاکشن اختصاصیه، یعنی وقتی ما ملاحظه میکنیم فولیکولار ریاکشن ما رو گاید خوب میده. چند تا وضعیت بیشتر نیست که فولیکولار ریاکشن میدن. چیان؟ یکی وایرال کانجکتیواتیسه، کانجکتیویت های وایرال میتونن در واقع با این نما خودشون رو نشون بدن. دیگه چی؟ از باکتری ها، باکتری های کله گنده مثل گونوکوک و منینگوکوک، همونایی که دیدین پرولنتیس شارژ میدادن، ممکنه بتونن فولیکولار کانجکتیواتیس هم بدن. دیگه چی؟ کلامیدیا، عفونت های کلامیدیا میتونن خودشون رو به این شکل نشون بدن. و نهایتا تاکسیک کانجکتیواتیس، یعنی یه چیزی در واقع به شکل تاکسیک روی متهمه اثر بکنه. مثل چی؟ مثل این ماده دارویی، مثل یک کمیکال ایجنت. اونها هم میتونن این فولیکولار ریاکشن رو جاب. پس فولیکولار ریاکشن رو اگر دیدیم بدونیم این واکنش اختصاصیه و 4 تا تشخیص افتراقی بیشتر نداره. خب جلوی گوش رو نگاه کنیم. فولیکولار ریاکشن، این یادم رفت بگم بهتون، فولیکولار ریاکشن عملا چیه؟ عملا اینها در واقع سلول های لنفوئید ما هستن که در واقع تجمع پیدا میکنن و به شکل غدد لنفاوی موضعی خودشون رو نشون میدن. شما میدونید که ملتهمه جزو موکوس ممبرین هست و هر موکوس ممبرینی در واقع دوچار یک بافت لنفوئید زیرش هست که بهش میگن مالت یا موکوس اسوسییتد لیمفوئید تیشو. این موکوس اسوسییتد لیمفوئید تیشو سلول های لنفوئید پراکنده در مخاط هستند که وقتی تحریک میشن اینا کنار هم قرار میگیرن و به شکل لنفنود های موضعی در میارن که یکیشون هم در واقع یک فرمشون به این شکل فولیکول هست. خب جلوی گوش رو نگاه کنیم و اگر دیدیم که در جلوی گوش شما پراوریکولار لیمفادنوپاتی دارین، یعنی یه دست بزنید ببینید که اینجا ممکنه ملاحظه بکنید که جلوی گوش یا در ناحیه ساب مندیبولار، اون قسمت هایی که در واقع غدد لنفاوی چشم دارن تخلیه رنج میشن، شما یه برجستگی رو دارین، برجستگی غدد لنفاوی رو دارین و تندرنس دارین. اگر چنین نشانه هایی دیدین باز ما رو کمک میکنه همون تشخیص هایی که در فولیکولار ریاکشن بود اینجا هم دارین، یعنی دقیقا همون چیزها، همون صحبتهایی که کردیم، اینا مثل پازل کنار هم قرار میگیرن. یعنی اونجا لیمفوئید تیشو تجمع پیدا کردن، شدن فولیکول، بعد مخابره میشن میان اینجا لنفادنوپاتیشون رو میدن. ساب کنژموریج، اگر دیدین که یه خونریزی زیر متهمه هست، این هم میتونه گاید خوبی باشه برای اینکه ممکنه این موارد ناشی از تروما باشه یا ناشی از مثلا یک کانجانکتیواتیس وایرال باشه. به هر حال خون رو باید از اینجکشن افتراق بدیم. نمای خون مشخص هست، معمولا لوکالیزه هست، یک بوردر شارپ داره، شما میتونید افتراقش بدین و رنگش هم که مشخص هست زیر مطمئنه. خب عمق اتاق قدامی میتونه کلیه خوبی باشه برای ما. عمق اتاق قدامی مخصوصا توی گلوکومای زاویه بسته حال چطوری اندازش بگیریم؟ ببینید حالا اسلیت داشته باشیم که در ماین اسلیت کاملا عمق اتاق قدامی رو میشه ملاحظه کرد، ولی اگر نداریم و شک داریم به اینکه مریض اومده مثلا با علائم گلوکوم زاویه بسته ها، شما میتونید یک چراغ رو، نور یک چراغ رو به صورت تنجنشیال، یعنی به صورت موازی با لیمبوز از ناحیه تمپورال بتابونید به روی قرنیه و ملاحظه کنید. اگر مواردی که زاویه چشم باز است میبینید که عملا چه اتفاقی میفته، تمام آیریس روشن میشه، چون در واقع آیریس شما عقب هست، تمام این آیریس روشن میشه و همه جا رو شما خیلی خوب میبینید. ولی اگر در واقع اون اتاق خدامی شما کم هست، اون قسمتی از آیریس که در مقابل نور قرار میگه روشن میشه و چون آیریس اومده بالا نور به اینجا که میخوره این طرفش رو روشن میکنه، این طرف سایش میفته روی این طرف و این طرف رو شما تیره میبینید. بنابراین این هم دوال نشانه خوبیه برای عمق زاویه قدامی که توی این تصویر هم ملاحظش میفهمید. خب فشار چشم، این هم کمک میکنه برای ما برای موارد اورژانس، برای اینکه بتونیم
موارد مثلا گلوکوم زاویه بسته حاد رو تشخیص بدیم. خب با چی فشار چشم رو بگیریم؟ حالا ببینید، هر چشم پزشکی معمولا فشار چشم رو با ابزاری که روی اچ تی لمپ هست و گولد بنتونومتری هست اندازه میگیری میکنه، ولی توی ستینگی که حالا مریض اومده پیش شما چند تا کار رو میتونی انجام بدی. یکی استفاده از ابزارهایی مثل ابزارهای تون و پن، ابزارهای دیجیتالی هستن که فشار چشم رو با تاش روی قرنیه به صورت اتوماتیک اندازه میگیرن. اگر این ابزارها رو داشتیم کمک کننده است، حالا ویدئوش رو داریم نشونت میدم. اگر نداشتیم ما میتونیم تکتایل فشار بگیریم. تکتایل یعنی چی؟ یعنی دو تا انگشت نشانمون رو بذاریم روی کره چشم، یکی یکی فشار میدیم، برمیداریم و در واقع سنس میکنیم در واقع اون فشار داخل چشم ما رو. تقریبا از این فشاری که میاریم روی گلوب تقریبا معادل فشار روی عضلات تنار ما هست. و اگر ما دیدیم نه این خیلی مثل سنگ شده، مثل توپ پینگ پونگ شده، باید فشار فکر کنیم که فشار چشم احتمالا بالا هست. خب ویژوال اکویتی خیلی مهمه، تست این که حدت بینایی رو بتونیم اندازه بگیریم. حدت بینایی ببینید یادمون باشه تو هر شرایط اورژانس باید حدت بینایی اندازه گرفته بشه. حدت بینایی نوشتنش، ثبت کردنش در پرونده جزء به چی هست؟ جزء به یکی از در واقع ملاک‌های اصلی پرونده است و این نظر لگال خیلی مهمه که شما حدت بیناییتون رو توی پرونده حتما ثبت داشته باشید. خب از چارت های در واقع اسنلین یا ای چارت میتونید استفاده کنید. حالا معمولا اگر دید دور رو میگیرید در فاصله 6 متری یا 20 فوتی فرق قرار میگیره، یک چشم یک چشم چشم رو میبنده و شما شروع میکنید به پرسیدن اپتو تایپ ها از فرد و از بالا به پایین سوال میکنیم در واقع خطی که تا خطی که فرد میتونه 50% یا بیشتر اون خط رو جواب بده ما اون رو به عنوان حدت بیناییش در نظر میگیریم و ثبت میکنیم. خب توی این میشه برای دید دور. حالا ممکنه مریض در یک شرایطی بیاد پیش شما که مثلا ببینید که این مریض روی برانکارد هست یا مریض قدرت نشستن یا ایستادن رو نداره، چون شما تست ویژوال اکویتی رو با چارت در وضعیت نشسته یا ایستاده در واقع تست میکنید. اگر تو این وضعیت ها بودید میتونید از چارت دید نزدیک استفاده بکنید. چارت دید نزدیک فرق نمی کنه، مثل چارت دید دور هست، فقط اپتوتایپ ها به همون اندازه کوچیک شدن و در فرد در برای فردی که در سن پرسبایوپی نیست که خیلی فرق نمی کنه، معادل دقیقا همون نتیجهش معادل نتیجه چارت دور هست. ولی برای افراد که در سن پرسبایوپی هستن چون ممکنه دید نزدیکشون مختل بشه، در تفسیرش باید این نکته رو مد نظر قرار بدید. خب استفاده از پین هول خیلی کمک کننده هست. اگر شما دیدید که فردی با چارت دید کامل نداره، یک تست خیلی سریع اینه که از پین هول استفاده کنیم. حالا پین هول دیوایس های مختلف رو داره، میبینید مثلا دیوایس هایی هستن که چند تا سوراخ کوچیک استاندارد تر و 1.2 روشون گذاشته شده که از برای هر کدوم از اینها میتونه فرد نگاه کنه و اجسام رو ببینه. حالا اگر نداشتیم میتونید شما یک کاغذ رو، یک مقوا رو، یک سوراخ ریز ایجاد کنید و از فرد بخواید که از برای این همون تابلو رو دوباره جواب بده. و اگر دیدش دیدین که افزایش پیدا کرده نشان دهنده اینه که این فرد عیب انکساری داره و مشکل دیگه پاتولوژیکی که کاهش دید ایجاد بکنه حداقل براش متصور نیست. خب توی معاینه پوپیل یه مروری بکنیم با هم رفت رو یا پوپیل مارکوسگان رو، چون این هم خیلی مهمه که شما در اورژانس حتما این رو معاینه‌اش رو دقیق انجام بدید و حتما در پرونده ثبت کنید. مثل ویژوال اکویتی معاینه پوپیل و مارکوسگان حتما باید پرونده ثبت بشه. خب ملاحظه می‌فرمایید، ما می‌دونیم که یه وقتی که پوپیل رو تحقیق می‌کنیم عملا یک پاسخ دیرکت داریم، یک پاسخ ایندیرکت داریم. وقتی یه مردمک یک طرف تحریک بشه، مردمک دو طرف با هم جمع میشن و این پاسخ رو میدونیم که پاسخ نرمال هست. معمولا پاسخ کانسنسوال یعنی این که من یک مردمک رو تحریک میکنم، خودش جمع میشه، میبرم نور رو به اون سمت دیگه و
مردمک در واقع دوباره جمع‌تر میشه، این رو بهش میگیم پاسخ کانسنسواله. توی مردمک ببینید، من نور رو باید بتابونم برای تست مارکوس کنم، من نور رو میتابونم روی یک چشم و پاسخ اون چشم رو که دارم میبینم که اون مردمک باید جمع بشه بلا فاصله یا با یک فاصله کوتاه، معمولا یک تا دو ثانیه، نور رو باید ببرم روی چشم مقابل. وقتی میبرم روی چشم مقابل، واکنش اون رو نگاه میکنم. در حالت نرمالی باید یک کوچولو جمعتر بشه، این به خاطر اینکه واکنش کانسنسوال ما یه مقدار از دایرکت کمتره، یعنی این با تحریک چشم مقابل بسته بوده، یه خورده که حالا میاری روی دایره یه کوچولو جمعتر میشه، این پاسخ نرمال طبیعی چشم. دوباره برمیگردونی، دوباره اون یک چشم یه خورده جمعتر میشه، برمیگردین روی چشم مقابل، دوباره یه خورده جمعتر میشه. پس این میشه نرمال ریفلکس و مارکوس کامپوپیل منفی. حالا فکر کنید که اگر ما مشکل داشته باشیم در مخابره و درک نور، اولا مارکوسگان رو شما کی دارین؟ مارکوسگان رو یا در شرایطی دارید که فرد عصب بیناییش در واقع مشکل داره، یا در شرایطی دارید که رتین حداقل به صورت وسیع و حداقل به صورت 50% رتین مشکل پیدا کرده و مخابره نور به صورت نرمال انجام نمیشه.